نونو پنیر و گردو عجب مزه‌ای میده. خیلی وقت صبح. بله بفرمایید. سلام، حال شما چطوره؟ منم خوبم. دوست؟ شایدم آشناست. دوست ناآشنا قریب نداریم که. چه جالب، نمیدونستم. چی میدونیم؟ بله بله اینجاست. قرمز جان دوستته، از خارج زنگ زده. میخواد با تو صحبت کنه. سلام، چطوری؟ ممنونم. آره سبزم حالش خوبه. هیچی، داشتیم صابونه میخوریم. بهش بگو طبق معمول داریم نون و پنیر و چای شیرین میخوری. کی؟ داره خاویار میخوری؟ بله. خاویار دیگه کیه؟ آها خاویار چی هست؟ همون که صابونه است دیگه. آره میدونم بابا. بده من. خاویار دیگه کیه؟ ببخشید دیگه چیه؟ خوشمزه است؟ آره ما خاویار خیلی خوب میشناسیم. بیا به قرمز حرف بزن. نفهمیدم چی گفت. آره سبزه که گفت ما خاویار رو میشناسیم. خب فقط یه کمی مزه شو نمیشناسیم. همین. باشه برات میفرستم هر چقدر که بخوای. 1 کیلو، 100 کیلو، 1 خاور. حتما. باشه. دوست برای همین موقع است دیگه. باشه. کوشا، تو تا حالا خاویار خوردی؟ یادم نمیاد. سبزه تو چیه؟ خوردی؟ اگه تو خوردی منم خوردم. من که نمیدونم خوردم یا نه. اصلا خاویار چی هست؟ این که قصه نداره، حتما یه خوراکیه دیگه که ما نخوردیم و مزهشو هم نمیشناسیم و باید بخریم و بفرستیم خارج. به چه این حرفا میتونیم از باشتاباش هم کمک بگیریم. صبح بخیر. صبح بخیر. چه صحبیه؟ چی شده؟ نمیدونی. چی رو نمیدونی؟ مزهشو. باشته باشم جان، ما میخواستیم از مزه خاویار بپرسیم چون مزهشو نمیدونیم. این که مهم نیست، منم مزهشو نمیدونم و نمیشناسم. چرا؟ چون من یک دستگاه تکنولوژیک هستم و غذا نمیخورم. ماهی های خاویاری از خانواده تاس ماهیان هستن. ارزش ماهیای خاویاری نه به جهت استفاده از گوشت اونا، بلکه به خاطر تخم این ماهیاست که به خاویار یا مروارید سیاه مشهوره. خاویار انواع گوناگونی داره. خاویار طلایی، سرخ و سیاه. دیگه چی میدونی؟ حالا شما اطلاعات در مورد خاویار رو میخواید چیکار؟ لازممون شده. بله. باید برای دوستمون تهیه کنیم و بفرستیم خارج. باید بدونید که خاویار خوب بسیار گرانه. مهم نیست، یه جوری فراهمش میکنیم. بگو دیگه چی میدونی؟ ماهیای خاویاری 4 دسته هستن. اول فیل ماهی که بزرگترین ماهی آبهای داخلی ایرانه و از نظر کیفیت خاویار رتبه اولو داره. نام دیگرش بلوکاست. گفتی بزرگترین ماهی آبهای داخلی ایرانه؟ مگه چقدره؟ قدش تا 4 متر و وزنش به 600 کیلوگرم میرسه. طول عمرش چقدر مگه؟ گاهی تا 100 سال هم زندگی میکنه. راست میگی؟ البته یک نوع کوچکتر هم هست به اسم قرابرون که به زبان آذری به معنای بینی سیاهه. قد و وزن این قرابرون چقدره؟ قدش نزدیک به 2 متر میرسه و وزنش حدود 100 کیلو میشه. دسته سوم چطوری هستن؟ چقدی هن؟ چه وزنی هن؟ دسته سوم تاس ماهی روس نام دارن.
در تمام دریای خزر یافت میشن. این ماهی هم حدود 2 متر قد و 100 کیلو وزن داره. خب دیگه چی؟ چه نوع دیگه ای داریم؟ کوچکترین ماهی خاویار دریای خزر ماهی ازنبرونه. من اسم ازنبرونو شنیدم. این ماهی از دیگر ماهیان خاویاری کوچکتره و از خاویار ریشتر و ارزانتری برخورداره. ترجمه اسمش میشه بینی دراز و حد اکثر تا 1.5 متر قد داره. چه جالب؟ جالبتر اینه که بدونید تاس ماهیان عمرشون به درازای تاریخه. گوش میدی؟ منظور دوستم چه بود؟ یعنی اون یه ماهی خاویار صبونه میخوره 100 کیلو؟ بله همین گرونه. اشتباه نکنین، خاویار تخم ماهیای خاویاره که از گرونترین غذاهای جهان به شمار میره. اون میخواست به ما باز بده. بله خوردن که پوز نداره. سب کنین، من یه فکر دارم. میتونیم یه مسابقه ترتیب بدیم و از بچه ها بپرسیم که میدونن مزه خاویار چیه یا نه. آره درسته، یه مسابقه اینترنتی. قار همه خبردار، بی جار و جنجال. بچه ها سلام آقا کلاغی، چرا انقدر جدی هستی؟ به خاطر راه اندازی مسابقه مزه خاویار چیه؟ چه رنگیه؟ چه طعمیه؟ جایزه چیه؟ تو به فکر جایزه اینه؟ آره مزهش که مهم نیست، هر چی باشه جایزش خاویاره. شما خودتون میدونین قا؟ معلومه که میدونیم. خب به من بگید چه طعمیه، چه رنگیه. تا تو هم توی مسابقه شرکت کنی و برنده بشی؟ نگید، مهم نیست، من دوستای آقا هم فوری میپرسم قا. پس تو مسابقه شرکت کن تا برنده بشی. آها قا، با کی حرف میزدی؟ آقا کلاخه بهش گفتیم؟ آره لازم شد که بگیم. خوب کاری کردیم، الان همه ی دنیا میفهمن کلاغ خبرچین الان به همه خبر میده. راست میگی، خودش یه با اینترنت پرسرعته. البته اینترنت طبیعی. پس از قدیم اینترنت بوده و ما نمیدونستی. آره آره، بریم ببینیم چه جوابایی رسیده. بیا چی شد؟ باشته باشم جان، هیچ جواب درستی نیومده. یکی نوشته توی شهر ما بچه های محل از رودخونه شهرمون ماهی خاویار میگیرن. نه نمیشه. چرا؟ چون زیستگاه این ماهی بندر ترکمن و میانکاله در سواحل دریای خزره. درسته؟ یعنی تو دریا زندگی میکنه نه رودخونه. بهت بگم یاد میگیری، نمیگم تا ندونی. عجب خصیصیه این. این یکی نوشته خاویار چیه؟ همون خاگینه خودمونه؟ نه خاگینه از تخم مرغ درست میشه و خاویار تخم ماهیان خاویاری مثل فیل ماهیه. چرا بهش میگن فیل ماهی؟ چون خیلی درشت اندامه. این یکی نوشته معرفی این خوراکی ها بدآموزی داره، لطفا اونو از صفحه اینترنت برداره. اینم نوشته به علت گرانی بیش از حد آزمایش نکردیم. حالا نخورده باشیم نمیشه؟ با چه خشن، چرا میزنی بابا؟ خب ما هم نخوردیم، گرونه دیگه. مزه خاویار مهم نیست، دانش در مورد خاویار مهمه. منم موافقم. با چی؟ با حرفای خوب دیگه. یکی دیگه نوشته من توی یه مهمونی به اندازه یه قاشق چای خوری خوردم، ولی چون کم خوردم مزهش یادم نمیاد. مگه میشه؟ یکی نوشته مزه کشک و بادمجون میده. میگن مزه شوری مثل کشک داره. یکی دیگه نوشته فامیل ما میخواست بره خارج خرید، تو قوطی بود، من فقط قوطی شدیم. زیاد خارج میفرستن؟ بله، نزدیک به 90% خاویار جهان از آبهای ایران در دریای خزر صید میشه. چرا نمیره به دریای دیگه تا صیدش نکنن؟ به قول قدیمی ها فیل ماهی یک ماهی ساده است و مهربان که فقط غذای زیادی میخوره و تن بزرگ میکنه و کاری به کار چیزی نداره. پس برای همین توی دریا زندگی میکنه؟ بهتر، وگرنه تو خشکی جای همه رو میگرفتن گنده های پرخور گرون قیمت. پرخور گرون قیمت؟ هیچ میدونی چقدر صیادا دنبال صید این ماهی هستن؟ به طوری که نسل این ماهی رو به انقراض میره؟ ببخشیدش، منظوری ندار. باش تا باشم، همه رو گفتی ولی مزهشو نگفتی. گویا شوره و بوی تند ماهی داره. آدرسشو که داره؟ چطوری مزهشو بفهمی؟ مثل این که خیلی گرونه. اگه پول داشتیم
جلوی دوستمون توی خارج آبرومون نمیره. خب نباید بذاریم آبرومون بده. اگه پدر بزرگ بیاد مشکل حل میشه. سلام پدر بزرگ. سلام پدر بزرگ. سلام به روی ماه جون، چه خبره؟ چی کار میکنید؟ حالا شما بیایید اینجا بشینید. باشه باشه ولم کنین. خب چه خبر شده؟ بگیم ببینم. خبر که خیلی داریم. خودم براتون تعریف میکنم. اگه درست فهمیده باشم شما میخواید برای دوستتون که خارج از کشور خاویار بخرید و پست کنید. درسته. ولی پول ندارید. درسته. ناراحت نباشید، من بهتون کمک مالی میکنم. به جای شما باید برای من یه کارای انجام بدیم بچه ها. آخ جون. چه کاری؟ مرتب کردن خونه به مدت 3 ماه. گفتی 3 ماه؟ باش. سلام، خوشش کردیم. حالا شما دوتا خیالتون راحت شد؟ دیگه از دوستتون خجالت نمی کشید؟ نه پدر بزرگ، دست شما درد نکنه. فقط مونده برندگان مسابقه اینترنتی رو پیدا کنید. این یه چیه؟ پار پار خبردار، اینم یه قوطی خاویار. ولی این قوطی خالیه که. خب یه روز توش خاویار بوده دیگه. پس خاویارش کی خورده؟ بیجار و جنجان، برند خودم هستم. خودت خوردی تنهای تنها؟ تموم شد. خب نام خاتم. نام خاطره. فامیل خوشروی. فامیل خیاطزاده. غذا خاکشیر. قبول نیست. چرا؟ برای اینکه خاکشیر غذا نیست. کوشا داست میگه دیگه، غذا نیست، خوراکیه. بگو خاویار. بله سلام، خاویار رسید به دستتون؟ خواهش میکنم ببخشید اگه کم بود. راستی سبزه کارت داره. سلام. خب ازش خوردی؟ چه مزه‌ای بود. وای چی؟ ازش نخوردی؟ چرا؟ آها، برای دوستت میخواستی. ولی ما فکر کردیم. آره میدونم گرونه. شما هم زیاد نمیگیرید؟ بله قابلی نداشت. بله دیگه، خداحافظ. چی شده؟ چرا ناراحتی سبزه؟ خب بگو چی شده دیگه. اونم نمیدونست خاویار چه مزه‌ایه. چرا؟ چون اونم مثل ما تا حالا خاویار نخورده، واسه دوستش میخواست، واسه دوست خارجی. چی؟ میگفت خاویار تو خارجم گرونه. درست گفته. حالا چرا ناراحتی سبزه؟ آخه دوستمون خاویار نخورده. حالا ناراحتی نداره، تازه شده مثل ما. پس اونم مثل ما خاویار رو به خاطر رودرباسی با دوستش میخواسته، مگه نه؟ البته رودرباسی با دوست خارجی. حالا که این موضوع تموم شد، میخوام شما رو فردا به یه صبحونه مفصل دعوت کنم. چی پدر بزرگ؟ کله پاچه؟ نه، همین بهتری که ما هم بخوریم. نه عزیزم، یه چیزی که تا حالا نخوردین، اگه گفتین خاویار. درست حد زدین بچه ها. آخ جان. خاگینه درست کردن من با خاویار یه روزگاری معروف. خاگینه که با تخم مرغه. بله خاویارم که داشته باشه میشه خاگینه یه خاویار. جدی میگی؟ بله. پس زنده بود پدر بزرگ مهربون خودم.